سلام خدمت شما دوستان عزیز، حاجی والاکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان یه قضیه خیلی مهم رخ داده که به خاطرش گفتم حتما براتون این ویدیو رو بسازم، یعنی انقدر هیجان انگیز و خفنه که شما دوستداران جهان وارکرافت گفتم اینو از زبون شخص حاجی فاکین والاک بشنوید. با من همراه باشید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. چون لایکاتون میبره بخاطر اینکه کامنت نمیذارید، پس حتما برای من کامنت علل خصوص انگلیسی بذارید. دوستتون دارم. بریم ببینیم این خبر مهم چی میتونه باشه و بررسیش کنیم. دوستان یک فردی وجود داره که کارگردان تمام بازی‌های World of Warcraft و گیم‌های Activision Blizzard شده. ماکیه بارا خیلی آدم خفنیه، اخیراً هم شده بعد اون درامایی که واسه بلیزارد رخ داد. رفتارش و عملکردش هم تا الان خوب بوده، خودش هم وو فاکین پلیر. حالا بگذاریم، ایشون رو توی توییت تگ کردن، گفتن ما سری ادامه Warcraft مووی رو می‌خوام. دوستان Warcraft مووی همین الان بهتون بگم، بنده به Warcraft مووی امتیاز 7 از 10 رو میدم. به نظرم به عنوان یک میووی خوبیه. 7 از 10 به نظرم خیلی منصفانه است، یعنی بیشتر از اینم حقش نیست، کمتر از اینم حقش نیست. حالا کاری نداریم، نمیخوام به اون بررسی کنیم، ایرادشو بررسی کنیم، ولی میخوام بهتون بگم تک کردن ما دوباره راجع به Warcraft مووی 2 و ماکی برو گفته فیلمو نمیدونم، ولی یه سری چیزها رو، یعنی یه سری چیزها رو میخوایم در رابطه با این قضیه، یعنی Warcraft، دنیای Warcraft ادامه بدیم و گسترش بدیم و کریس میدزن رو تک کرده. دوست کریس میدزن از کمپانی بلیزارد جدا شد. کریس میدزن از یه عمر پیش، سال مثلا 1994 و 95 اینا، Warcraft 1 رو با رفیقش تولید کردن، ولی Warcraft 2 دادن، 3 دادن تا سالهای سال 2000 فکرم 18 اینا بود توی کمپانی، 19 دقیقا حضور ذهن ندارم ببخشید. ولی بعد کریس میدزن کسی که فرانچایز Warcraft رو ساختن، یعنی اون دنیاش رو ساختن، ایدهاش رو پرداختن و خلاص، اینکه خیلی آدم خفنیه و به صورت آنوربل، به صورت افتخاری صدای بسیار از کارکترهای استرال رگنروس اینا هم کریس میدزن زده بیرون. ولی کاری به این قضیه نداریم. کریس میدزن دوباره سال 2023 آخره 22 فکر کنم بود برگشت به کمپانی بعد از اینکه رفتار بلیزارد بهتر شد. و کریس میدزن الان وظیفه‌ای که داره Director Advisor of Warcraft Universe، یعنی چی؟ ایشون ادوایز میکنه، کلن کارش نصیحت کردنه و دایرکتور و همچنین فرانچایز وارکرافت، یعنی کارش اینه که فرانچایز World of Warcraft و جهان وارکرافت رو گسترش بده، به عنوان کسی که این فرانچایز رو خلق کرده ایده پردازی راجع به این دنیا قرار انجام بده و گسترشش بده، یعنی مسئولیت ایده پردازی و گسترش این فرانچایز با کریس میدزنه و اومده اینجا. مسئولیت دیزاینی نداره، مسئولیت فکری بهش دادن و خب خیلی آدم خفنی هم واقعا ازش میتونه استفاده کنن. و کریس میدزن رو هم تک کرده مایکرو بارا وقتی این کارو کرده، کریس میدزن در جوابش گفته، میگه it sounds fun، به نظر جالب میاد و نظر مثبتی رو به این قضیه داده. حالا این چرا میگه movie sounds fun؟ برای چی مثلا همچین چیزی رو میگه؟ ناگهان دوستان من الان چند سال از Warcraft مووی گذشته، با اومدن کریس میدزن با خرید کمپانی مایکروسافت این اکتیویژن رو خریده، کریس میدزن هم که الان مسئولیت مهمی داره و Warcraft رو هم قطعا دوست داره. دوستان من شما میدونید که فرانچایز Warcraft اکسپند باید بشه. شما هرسستون رو دیدید به عنوان یکی از اکسپندهاش و همچنین هم خب میدونه Warcraft سری فورج رو دراما اون دسته کاری به اون ندارم چون ریفورد شده است، ولی اضافاتش چیه؟ هرسستون یک اکسپند شده یه فرانچایز Warcrafte، از اون بر Warcraft
رامبل موبایلشو میخوان بیارن که بدم نیست سوسوه ولی به درد فان میخوره، یعنی به درد این نمیخوره که مثلا بترکونه و به درد فان میخوره. مسلما شما دارید مستران نشستی رو سنگ دستشویی میتونی یه دست گیم بزنی، یا مثلا دارید چای نبات میزنی با رفیقت بیکار اونجا نشستین حرف واسه گفتن دلیلی میتونی بزنی، چون از این کارا ما میکردیم که کلش آف رویال بازی میکردیم، شما هم میتونی انجام بدید. حرف من اینه که فرانچایز جای گسترش دادن داره و سریال و مووی بسیار عالیه. ما سریال های متعددی رو داریم که از گیم ساخته شدن، از جمله دوتا دراگون بلاد و سریال آرکین لیگ آف لیجند که خیلی معروفه. آرکین بهتر انیمیشن سال فکرم 2021 شده بود، واقعا خفنه، امتیاز بالایی داره و نتفلیکس هم ساخته. دوستان عزیز کاری نداره برای بلیزارد و کاری نداره تولیدش. من معتقدم نباید ریالستیک و واقعی باشه، مثلا مثل لاست آف آس نباید باشه، به خاطر اینکه انقدر این دنیای وارکرافت فانتزیه، مثل لول، مثل دوتا زیادی فانتزیه، ریالستیک نمیشه ساختش. ولی از اون بر میشه این رو به صورت انیمیشن، نکنه انیمه نه انیمیشن ساختش. من قبلا یه دور ریاکشن کردم که سریال وارکرافت باید چه شکلی باشه و یه تیزری رو دیدیم که به نظر من این شکلی اگه میبود خیلی خوب میشد. شما هم میتونید برید لینکش رو میذارم پایین صفحه، برید ببینید اون ویدیو که قبلا ساختم، ولی به هر حال به نظر من به صورت انیمیشن در میاد و من معتقدم امسال یا سال دیگه تی وی سری وارکرافت رو میدن بیرون. و این برای من سواله که از کجای خط داستانی میدن. به عنوان کسی که وو رو سایده دارم، به نظر من لازم نیست از وارکرافت یک شروع بشه و به نظر من میتونن یک واقعی رو به صورت تی وی سری نشون بدن. تصور کن آرکین در رابطه با شهر پیلتوور و زون و شخصیت ها و هیروهایی که اون توی روابطشون، میتونه جهان وارکرافت رو در 10000 سال پیش در وارف دی انشنت ساندرینگ نشون بدن، جایی که کوینجارا بود، شخصیت های جالبی داره، دیمن ها هستن اولین حمله شون، شخصیت های بسیار معروف الیدن، تراندا، مافوریان و افراد دیگه اونجا هستن. بسیار جالب وارف دی انشنت یا هر چیزی که دیگه خودش دوست داره. حرف من اینه که لازم نیست از وارکرافت یک شروع کنه، لازم نیست اورک هیومن اولشون بده، میتونه یک واقعه رو نشون بده. این نظر منه. به نظرم با انیمیشن بسیار خفن در میاد اگر کار نتفلیکس یا حتی یه شرکت های دیگه مثلا اچ پی او خدا است، حالا من نمیدونم چه جوریه و کار اوناست، ولی من معتقدم با این توییت بازیایی که شده، معتقدم که این قضیه استارتش خورده و شما به زودی شاهد سریال جهان وارکرافت و وارکرافت میشید و من بی‌صبرانه منتظرم که ببینمشو و براتون نقدش کنم و ریده بشه تمام خاطرهایی که ما از آرتاس داشتیم. به حال دوست عزیز لایک کنید، کامنت بذارید، دوستتون هم این خبر خیلی مهم بود و اینکه عشق منی دوستان منتظر هستیم واسه سریال که به صورت غیرقانونی بزنیم دانلودش کنیم. وقت جون و تا ویدئوی بعدی فاکینگ بدرود.